با درود فراوان خدمت شما دانشجویان عزیز، کوروش امامی هستم. در خدمتتونم با مجموعه فیلم های آموزشی زلزله شناسی 1 درس دوم، مقدمه بر تئوری کیسان و منشأ زمین لرزه ها. زلزله شناسی تجزیه و تحلیل حرکات تولید شده در زمین به وسیله منابع انرژی داخل اون مثل گسل. این نوع حرکات نوسانی میرا شده ناشی از نیروهای داخلی مواد هستش که به این نیروهای داخلی مواد اصطلاحاً استرس یا تنش گفته میشه و سبب تغییر شکل‌های الاستیکی کوچکی در مواد داخل زمین میشه که اصطلاحاً به این تغییر شکل‌ها کرنش یا استرین گفته میشه. در این فصل سعیمون بر این هستش که شما رو با مفاهیم کلی تنش، کرنش، قانون هوک و ضرایب کیسانی و روابط بین اونها آشنا کنی و در مرحله بعد میخوام براتون تئوری بازگشت کیسان رو مورد بررسی قرار بدم و در بخش آخر هم یک مرور مختصری داشته باشم بر منشأ و انواع زمین لرزه ها. بنا به تعریف به نیروی داخلی وارد برجست در واحد سطح تنش گفته میشه و از این رابطه به دست میاد. تنش برابر است با نیرو تقسیم بر مساحت. همونطور که تو این رابطه ملاحظه میکنید یکای تنش هست نیوتن بر متر مربع. تنش درون یک ماده میتونه بر اثر عوامل مختلفی مانند عکس العمل نشون دادن به نیروهای خارجی که داره به ماده وارد میشه ایجاد بشه. حالا اون نیرویی که داره به یک جسم وارد میشه یا اون تنشی که در داخل اون جسم داره ایجاد میشه سبب تغییر شکل اون میشه که اندازه این تغییر شکل به میزان سختی جسم بستگی داره. بنا به تعریف کرنش عبارت است از نسبت اندازه تغییر شکل به طول اولیه جسم و به این صورت به دست میاد. کرنش برابر است با تغییر طول جسم یا همون تغییر شکل جسم تقسیم بر طول اولیه. بر حسب جهت نیروهای وارد بر جسم تنش‌های مختلفی ایجاد میشه. سه نوع تنش ما داریم. تنش فشاری، تنش کششی و تنش برشی. تنش فشاری به تنش‌هایی گفته میشه که سبب کوچکتر شدن و ضخیم‌تر شدن صفحات سطح کره زمین میشه. تنش کششی به تنشی گفته میشه که سبب افزایش طول یا طویل‌تر شدن توده‌های سنگی میشه و تنش برشی به تنشی گفته میشه که سبب لغزش صفحات در کنار یکدیگر میشه. حواسمون باشه که تنش‌های نرمال که همون کششی و فشاری هستن فقط سبب تغییر حجم اجسام میشن. این یکی از عبارت‌ها یا جمله‌هایی هستش که در یکی از کنکورهای دکترای ژئوفیزیک اومده. در این شکل سه تنشی که در اسلاید قبل توضیح دادم رو ملاحظه می‌کنید. اینجا شما تنش کششی، در این حالت تنش فشاری و در این شکل تنش برشی رو ملاحظه می‌کنید. در اغلب موارد اجسام بیش از یک نوع تنش رو به طور همزمان تجربه می کنن. به این حالت اصطلاحاً تنش مرکب گفته میشه. باید توجه داشته باشیم که حتی اگر نحوه اعمال تنش در تمام بخش های درون یک جسم یکسان باشه، تنش های مرکب رو نمیتونیم با استفاده از یک بردار نشون بدیم. تنش در هر صفحه فرضی به جهتگیری اون صفحه بستگی داره. این شکل که برای همه ما آشنا هست و در درس تئوری انتشار هم ما این شکل رو دیدیم، در این شکل تنش‌های نرمال و برشی رو ملاحظه می‌کنید. برای نشون دادن تنش‌های وارد بر یک جسم از یک تانسور به نام تانسور تنش استفاده میشه که این تانسور تنش یک تانسور مرتبه 2 متقارن هست که شامل 9 مؤلفه است و به صورت زیر نمایشش میدیم. همونطور که در اینجا ملاحظه میکنید، عناصر روی قطر اصلی تانسور تنش همون تنش‌های نرمال هستند. برای هر کدوم از این 9 تا تنش، اولین و دومین اندیس به ترتیب نشون دهنده جهت خود تنش و جهت محور عمود بر صفحه تنش میباشند. بنابر این 3 تا تنش
که در حقیقت همین عناصر روی قطر اصلی تانسور تنش هستن، تنش‌های نرمال و 6 مؤلفه دیگه، یعنی این سه تا و این سه تا تنش‌های برشی هستند. تانسور تنش یا همون تانسور استرس یک تانسور متقارن هست. در نتیجه این سه تا تساوی برای این تانسور تنش برقرار هستش. با توجه به آخرین نکته اسلاید قبل نتیجه میگیریم که برای مشخص کردن یا نشون دادن تنش‌های ایجاد شده در یک جز به 6 مؤلفه مستقل از هم نیاز داریم. نکته دیگه که شما دانشجویان عزیز باید توجه داشته باشین این هستش که تانسور تنش درون یک جز به طور یک نواخت توزیع نمیشه و امکان تغییر اون با گذشت زمان وجود داره. تانسور تنش در صورت تغییر دستگاه مختصات از قانون تبدیل تانسور پیروی میکنه. تانسور تنش 3 بردار ویژه و 3 مقدار ویژه داره. معادله زیر رابطه بین تنش، بردارهای ویژه و مقدارهای ویژه رو به ما نشون میده. تنش در یک جهت خاص برابر است با سیگما آی جی در ان جی یا لاندا ان آی، که اگر این عبارت رو من ببرم اون ور تساوی به یه همچین رابطه ای میرسیم. تانسور تنش در یک دستگاه مختصات منطبق بر بردارهای ویژه N1 و N2 و N3 یک ماتریس قطری با 3 مؤلفه نرمال لاندا 1 و لاندا 2 و لاندا 3 هستش که این مؤلفه های نرمال در حقیقت همون تنش های اصلی هستند. خب بیایم در این رابطه با هم یه مثال حل بکنیم. برای تانسور تنش روبرو تنش های اصلی و امتدادهای اصلی رو تعیین کنید. فرض کنیم یه همچین تانسوری به ما داده شده. برای به دست آوردن تنش‌های اصلی و امتدادهای اصلی این تانسور تنش دو تا روش وجود داره. روش اول این هستش که من بیام این تانسور رو وارد برنامه مطلب بکنم و یه همچین دستوری رو بنویسم. جواب این دستور دو تا آرگومان داره. آرگومان دوم یعنی دی مقادیر ویژه این تانسور تنش هستش و آرگومان اول یعنی وی بردارهای ویژه متناظر با مقادیر ویژه این تانسور تنش رو به ما میده. خب اگر این کار رو ما انجام بدیم نتیجه میگیریم که مقادیر ویژه تانسور تنشمون این سه تا مقدار به دست میاد و بردارهای ویژه متناظر با هر کدوم از این مقادیر ویژه به این صورت محاسبه میشه. این روش اول. توی روش دوم، خب فرض کنیم که کامپیوتر نداریم و من میخوام که بردارهای ویژه متناظر با هر کدوم از این مقادیر ویژه رو به صورت دستی محاسبه کنم. برای این کار میام توی یه همچین معادله‌ای به جای لاندا هر کدوم از این مقدار رو قرار میدم. خب بیایم کار رو انجام بدیم. یعنی این که در مرحله اول بیام به جای لاندا این مقدار ویژه اولی رو بذارم و در اینجا هم به جای آ مقدار 1 رو بذاریم. خب اگر این کار ما انجام بدیم به این دستگاه دو معادل و دو مجهول میرسیم که اگر حلش بکنیم نتیجه میگیریم که بی برابر با سی برابر با -400 هستش. یعنی بردار ویژه متناظر با این مقدار ویژه در واقع به این صورته. آمون که 1 -400 بیمون -400 سیمون هم -400. یعنی میشه 1 و -400 و -400 که اگر من بیام این بردار 1 و -400 و -400 رو نرمالایزش بکنم در نهایت به این نتیجه میرسیم که بردار ویژه متناظر با این مقدار ویژه بعد از نرمالایز کردن به این صورت به دست میاد که این بردار ویژه رو شما در اینجا ملاحظه میکنید. البته یه چیزی رو بهتون بگم که این مقادیری که در اینجا شما میبینید و با مطلب به دست اومده رو من اینجا این مقادیر رو گردش کردم و بعدش در اینجا نوشتمشون. خب این برای لاندا 1. حالا بیام همین کار رو برای لاندا 2 انجام بدیم. یعنی این دفعه بیام تو این معادله به جای لاندا -16.2 بذارم، به جای بی ام 1 بذارم. در نتیجه دوباره به دستگاه دو معادل و دو مجهول میرسیم که از حل این دستگاه دو معادل و دو مجهول نتیجه میگیریم که آمون 0، سیمون -1، بردار ویژه متناظر با این مقدار ویژه در واقع میشه 0 و 1 و -1 که
که اگر نرمالایزش بکنید نتیجه میگیرید که بردار ویژه متناظر با منفی 16.2 بعد از نرمالایز کردن به این صورت به دست میادش. و در نهایت اگر من بیام توی این معادله به جای لاندا این مقدار لاندا 3 یعنی منفی 15.12 رو بذارم، به جای 30.1 بذارم و این دستگاه دو معادله و دو مشهور حل بکنم، نتیجه میگیرم که بردار ویژه متناظر با این مقدار ویژه بعد از نرمالایز کردن به این صورت محاسبه میشه. و در نهایت تانسور تنش در دستگاه مختصات منطبق بر این سه تا بردار ویژه N1 و N2 و N3 که حالا یا با مطلب به دست آوردیم یا به صورت دستی محاسبه کردیم، به این صورت میتونیم بنویسیمشون. که همونطوری که در اینجا ملاحظه میکنید مقادیر ویژه‌ای که به دست آوردیم در حقیقت همون مؤلفه های نرمال یا تنش های اصلی اون تانسور تنش ما هستند. قانون هوک نشون دهنده خطی بودن تقریبی رابطه بین تغییر طول یک ماده با نیروی وارد بر اونه. کرنش که تو استادهای قبلی براتون توضیح دادم و عبارت بود از نسبت تغییر طول یا تغییر شکل به طول اولیه بسته به این که تنشی که داره به جسم وارد میشه نرمال یا برشی هستش، به دو دسته کرنش نرمال و کرنش برشی تقسیم میشه. شما تو این شکل دارین یک نوع کرنش نرمال رو ملاحظه میکنید و در این دو شکل یک نوع کرنش برشی رو ملاحظه می‌فرمایید. در کرنش نرمال تغییر شکل در راستای عمود بر سطح، الان اینجا تغییر شکل یا تغییر طول در راستای عمود بر این سطح هستش، ولی در کرنش برشی تغییر شکل در جهت موازی با سطح. الان تغییر شکلی که اینجا یا این قسمت داره به وجود میاد موازی با این سطح هستش. کرنش های نرمال سبب وقوع پدیده‌ای به نام اتساع یا دایلاتیشن میشن که تو اسلایدهای بعدی چگونگی محاسبه این اتساع یا دایلاتیشن رو براتون توضیح خواهم داد. رابطه بین تنش و کرنش نرمال به این صورت هستش که کرنش نرمال برابر است با تنش نرمال تقسیم بر ای. این ایرم اصطلاحاً مدول الاستیک بهش میگیم. کرنش هم مثل تنش به صورت یک تانسور تعریف یا نمایش داده میشه و همونطور که در اینجا ملاحظه میکنید تانسور کرنش به این صورت هستش که یک تانسور متقارن هستش و عناصر روی قطر اصلی این تانسور در حقیقت همون کرنش های نرمال و سایر عناصر، یعنی این ستا و این ستا نشون دهنده کرنش های برشی هستند. از این تساوی اول این نتیجه رو میگیریم که این تانسور کرنش یک تانسور متقارنه و کرنش های نرمال به این صورت و کرنش های برشی به این صورت به دست میاد. اینا هم روابط آشنایی برای ما هستش. این روابط ما در درس تئوری انتشار داشتیم. جمع عناصر روی قطر اصلی تانسور کرنش، کرنش حجمی یا اتساع رو به ما میدن. در حالت کلی رابطه بین تنش و کرنش به این صورت هستش که این هم یک رابطه آشنا برای ما هستش. تنش برابر است با یک تانسور الاستیسیته در کرنش. تانسور الاستیسیته در حالت کلی 81 مؤلفه داره، ولی اگر ما بیایم از خاصیت تقارن تانسورهای کرنش و تنش استفاده کنی، این 81 مؤلفه به 36 مؤلفه کاهش پیدا میکنه. الان همینطور که در اینجا ملاحظه میکنید این تانسور الاستیسیته یک تانسور در حقیقت 6x6 و یا این که بگیم دارای 36 مؤلفه هستش. مطلبی که اینجا هست اینه که ما میتونیم پارامترهای متعدد دیگه‌ای برای یک جسم ایزوتروپ الاستیک خطی تعریف کنیم. متداول‌ترین و معروف‌ترین این پارامترها عبارتند از مدول یانگ، مدول برشی، مدول حجمی و ضریب پوآسون که هر کدوم از این پارامترها از این روابط محاسبه میشن. خب بیایم یه مثال خیلی ساده که در رابطه با این پارامترهایی که تو اسلاید قبل بهتون معرفی کردم و
سوال کنکور دکترای ژئوفیزیک بوده رو با هم حل بکنیم. در یک عملیات لرزنگاری بازتابی در حوزه رسوبی سرعت انتشار امواج پی 2 برابر سرعت انتشار امواج اس گزارش شده. ضریب پوآسون رو تو این تست از ما میخواد. خب بیایم ببینیم که این سوالو چطوری میتونیم حلش کنیم. میدونیم که وی پی و وی اس از این دوتا رابطه به دست میان و نسبتشون هم به این صورت میشه. تو صورت سوالم به ما گفته که سرعت موج پی 2 برابر سرعت موج اس هستش. پس از اینجا نتیجه میگیریم که لاندا برابر میشه با 2 میو. لاندا و میو رو هم میدونیم که همون ضرایب لامه هستن. حالا توی استاد قبلی ضریب پوآسون رو به این صورت تعریف کردیم و گفتیم که لاندا هم کسیش 2 میو. اگر به جای لاندا من این 2 میو رو بذارم، این ضریب پوآسون تقریبا 33 صدم به دست میاد. در نتیجه گزینه 4 برای این تست درسته. نکته مهمی که در رابطه با قانون هوک باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که این قانون در مواردی برقرار هستش که مقادیر تنش و کرنش به اندازه کافی کوچک باشن. در این صورت همونطور که در استادهای قبلی این رابطه رو توضیح دادم براتون، رابطه بین تنش و کرنش یک رابطه خطی هستش و نمودار تنش بر حسب کرنش یک خطی با شیب مدل الاستیک هستش. در این حالت رفتار ماده دقیقا مثل یک فنره، به طوری که بعد از برداشته شدن اون تنش یا نیرویی که داره به اون ماده یا جسم وارد میشه، جسم دوباره به حالت اولیش برمیگرده. نکته مهم این هستش که این رابطه خطی تا نقطه تنش تسلیم برقرار هستش. تنش تسلیم به نقطه‌ای گفته میشه که شیب منحنی تنش بر حسب کرنش کاهش پیدا میکنه. اگر تنشی که داره به یه جسم وارد میشه از تنش تسلیم اون جسم بیشتر باشه، در اون صورت اون ماده یا جسم خاصیت ارتجاعی خودش رو از دست میده و دیگه به حالت اولیه خودش بر نمیگرده و هر نوع تغییر شکلی که در اون به وجود میاد به صورت دائمی در اون جسم باقی میمونه. در این حالت اصطلاحاً گفته میشه که ماده از حالت الاستیک خارج شده و وارد مرحله پلاستیک میشه. بر اساس نکته‌ای که در استاد قبل براتون توضیح دادم، شخصی به نام رای در سال 1911 اومد یک تئوری رو به نام تئوری بازگشت کیسان معرفی کرد. ایشون از روی مطالعاتی که بعد از وقوع زلزله سان فرانسیسکو انجام داد به این نتیجه رسید که در مجاورت بین صفحات پوسته در اثر عوامل مانند تغییر شکل صفحات و استحکاک ناشی از حرکت نسبی بین صفحات، تنش‌ها یا همون انرژی کرنشی ذخیره شده در سنگ‌های حاشیه صفحات افزایش پیدا می‌کنه و وقتی که میزان تنش از مقاومت کیسانی سنگ که این مقاومت کیسانی در حقیقت همون تنش تسلیم سنگ محسوب میشه بیشتر بشه، در این صورت سنگ در امتداد صفحات گسترده شکسته شده و پدیده زلزله اتفاق میفته. ما یه پیش لرزه داریم یه پس لرزه. پیش لرزه به زمین لرزه‌ای میگیم که قبل از اون شوک اصلی یا قبل از اون زمین لرزه اصلی رخ میدن و از لحاظ زمانی و مکانی به زمین لرزه اصلی مرتبطن. بزرگی پیش لرزه از زمین لرزه اصلی کمتر هستش و در حدود چند روز یا چند هفته قبل از زمین لرزه اصلی رخ میدن. پس لرزه حالا چی هستن؟ زلزله های شدید معمولاً با تعدادی پس لرزه همراهن. به زمین لرزه هایی که بزرگیشون کمتر از زمین لرزه اصلی هستش و در اطراف کانون زمین لرزه اصلی به مدت چند روز، چند هفته یا چند ماه یا حتی سال بعد از اون زمین لرزه اصلی رخ میدن بهشون میگیم پس لرزه. و واضحه که فراوانی و وقوع پس لرزه ها با گذشت زمان کاهش پیدا میکنه. انواع زمین لرزه ها 5 نوع زمین لرزه داریم. نوع اول زمین لرزه های تکتونیک هست. به زمین لرزه هایی که در اثر حرکات نسبی بین صفحات پوسته و آزاد شدن ناگهانی انرژی کرنشی ذخیره شده در سنگ ها اتفاق می افتند. نوع دوم زمین لرزه های آتش فشانی هست.
که در اثر باز شدن ناگهانی مجاری پوسته تغییرات سریع در حرکت ماگما اتفاق می‌افتند. نوع سوم زمین لرزهای فروریختی که در اثر فروریختن سقف غارها و کانالهای زیرزمینی اتفاق می‌افتند. چهار زمین لرزهای القایی که در اثر آبگیری یا تغییرات ناگهانی سطح آب دریاچه‌های پشت سد، تزریق آب یا سیال‌های دیگر به داخل زمین و یا استخراج اونها به خصوص در جاهایی که گسرها فعال هستند اتفاق می‌افته. و نوع پنجم زمین لرزهای ناشی از انفجارها هستش که در اثر فعالیت‌های نظامی و صنعتی اتفاق می‌افتند.